افراد نزدیک به فرماندهی پور خبرهای منتشر شده مبنی بر کشف مهمات جبهه مقاومت توسط گروه تا در ولسوالی بهسود را رد کرده و میگوید هیچ چیزی از آنان به دست گروه تا نیفتاده است. سلام بر شما بیننده و شنونده سنترال افغانستان هستید. امروز تاریخ 25 دسامبر و برابر با 4 جدی 1400 هجری شمسی است. مخاطبان گرامی در جیران هستید که در روزهای گذشته خبرهای زیادی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می شود مبنی بر اینکه در ولسوالی های بیسود چندین قرارگاه و همچنان مهمات فرماندهی پور که تا به حال مخفی بوده است به دست گروه تا افتاده است. هرچند که مقام های امارت به گونه رسمی این خبر را در بیسود تایید نکرده بودند، اما نشر این خبر در شبکه‌های اجتماعی موج از نگرانی را در میان مردم افغانستان و میان آورده بود. به خصوص هواداران فرماندهی پور در داخل و خارج از کشور به شدت نگران شده بودند و در روزهای گذشته بارها از ما پیرامون این مسئله سوال هایی داشتند. اما در آخرین گفتگویی که ساعت قبل با یکی از نزدیکان فرماندهی پور داشتیم و این خبرهای نشر شده مبنی بر کشف مهمات جبهه مقاومت توسط تارا رد کرده و آن را شایع خواند. او تاکید کرد که برخی افراد سودجو و فرصت طلب دنبال حاشیه سازی است و می خواهد با نشر چنین خبرها روحیه مقاومت و مردم را تضعیف کند. او گفت که حتی مسئولان گروه تا در بهسود پیرامون این مسئله سخنی نگفته و نگفته است که مهمات را کشف کردند. این منبع نزدیک به فرماندهی پور ضمن رد این خبرهای نشر شده گفت که مردم ما خاطر جمع باشد، هیچ چیزی از ما در ولسوالی های بیسود و نه هیچ جای دیگر به دست هیچ گروهی نیفتاده است. البته دوستان عزیز، یک مسئله هست که باید با شما در میان بگذاریم. هرچند که ما در گذشته هم خبرش با شما شریک ساخته بودیم، بعد از اینکه بیسود سقوط کرد و به دست گروه تا افتاد، یک تعداد از افراد فرماندهی پور در درگیری که با گروه تا داشتن و شهادت رسیدن که من جمله دو نفر از یاران مقاومت دستگیر شده بودند و بعد از شکنجه اونا به شهادت رسیدن. گفته می شد که در همان زمان چند میلیون اسلحه از جبهه مقاومت به دست گروه تا افتاده بود. اما خبرهایی که جدیداً منتشر شده و اینکه دو ذخیره‌گاه مهمات فرماندهی پور به دست گروه تا افتاده است را افراد نزدیک به فرماندهی پور کاملا رد کرده و میگوید که دروغ است. گزارش نگران کننده در مورد بیسود، اما فقر و سردی هوا و بیکاری هست. مردم و باشندگان محل میگوید که امسال پولهای زیاد را مجبور شدند که به گروه تا تحویل بدهند تحت نامهای مختلف و از سوی دیگر هم خانه تلاشی هایی که جریان داشتند بسیار حالت کوب هم شدند. در کنار این مورد ها، ما گرسنگی و فقر مردم را واقعا نگران ساختند و اونا امیدوار هستند که کمک هایی از سوی جامعه جهانی و خیرین برایشان صورت بگیرد.